ارزیابی های اقتصادی شاخص های کلان همه خبر از وضعیت مناسب برای بازار سرمایه میدن. حالا کاری نداریم در فضای تولیدی کشور یا فضای کلی، ما همچنان گریبانگیر بخش های رکودی هستیم، همچنان تورم رو به صورت بالا داریم لمس میکنیم و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، ولی همین موج تورمی چشم انداز مناسبی رو برای شرکت های بورسی میتونه رقم بزنه در بازار سرمایه و با توجه به ارزش سهام که به شما کمک میکنه با حداقل دارایی هم وارد این بازار بشید، از سوددهی اون استفاده بکنید در مقابل خیلی از بازارهای موازی دیگه مثل ارز، مثل خودرو، مثل مسکن، که حالا یه نقل قولی از یکی از کارشناسان بازار سرمایه در مقایسه جایگاه بازار مسکن و بازار سرمایه میگفتش که فقط ارزش املاک در منطقه دو تهران رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم از بازار سرمایه و کل سهامی که در اون میگرده بیشتره. خب ولی اتفاقی که میفته، میتونید از این بازارها در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنید. بین همه اینها ولی همچنان میبینیم نگرانی وجود داره. حالا میخوایم بررسی داشته باشیم در رابطه با شاخصهای کلان اقتصادی با یکی از کارشناسان خوبی که با ما همراه شدن، کارشناسان اقتصادی و بانکداری بین‌المللی، جناب آقای علی سعدوندی که از طریق اسکایپ با ما همراه شدن. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. تشکر می‌کنم که وقت گذاشتید و همراه ما شدید در تلویزیون تعاملی تیبا. بحث شاخص‌های اقتصادی، وضعیت تورم، نرخ سود بانکی، همه اینها به صورت یک ملغمه پیچیده در هم داره مطرح میشه، هم بیم داره هم امید داره نسبت به آنچه که در بازار سرمایه داره شکل می‌گیره. ارزیابی شما رو میخوام نسبت به سال 1400، ترکیب شاخصهای اقتصادی کشور در این چشم اندازی که الان قابل حصول هست و قابل ارزیابی هست و تأثیر اون رو تو بازار سرمایه، خیلی زمان کوتاهی داریم، ولی میخوام از نرخ تورم و نرخ سود بانکی شروع بکنیم، حالا به شاخصهای دیگه مثل رشد اقتصادی هم در ادامه برسیم. ارزیابی شما از این دوتا شاخص و تأثیر اون در بازار سرمایه رو کوتاه توضیح بفرمایید تا بقیه سوالات خدمتتون عرض بکنم. خواهش میکنم. ببینید، اتفاقی در اقتصاد ایران افتاد از سال 1399 که با کمال تأسف البته نرخ تورم از کوریدور بلند مدت خود خارج شد، یعنی به شرایطی وارد شدیم که ما در طی 3-4 دهه نرخ رشد نقدینگی ما و نرخ رشد پایه‌پولی کشور یک چیزی بین 20-30% بود. در سال 1399 این در واقع نرخ رشد، یعنی هم نرخ رشد نقدینگی و هم نرخ رشد پایه‌پولی، از نرخ 30% فراتر رفت و داشت نزدیک میشد به نرخ 40%. یک تعدادی نوآوری‌های در نظر گرفته شد که نرخ بیش از حد بالا نره و همین باعث شد که نرخ تورمی که در کشور به وجود آمد متاسفانه نرخ تورم بالایی بود. و طبیعی است که وقتی که در شرایط تورمی قرار داریم، معمولا در واقع این موج تورمی به در ترازنامه و در صورت حساب سود و زیان شرکت های بورسی دیر یا زود ظاهر خواهد شد. معضلی که ما در کشور داریم معضل قیمت گذاری است، یعنی موج تورم به صورت یکسان در ترازنامه و صورت حساب شرکت های بورسی متاسفانه به صورت یکسان پخش نمیشه. برخی از شرکت ها که تحت قیود و محدودیت های قیمت گذاری هستند، این موج تورم البته دیر یا زود وارد خواهد شد ولی با تأخیر وارد میشه. اگر ما این قیمت گذاری ها رو نداشتیم، شاید وضعیت بورس ما امروز خیلی بهتر از این بود. یعنی الان من اگر بخوام برداشتی داشته باشم نسبت به سال 1400، وضعیت سال 1400 هم ادامه وضعیت سال 1399 هست از نظر رشد نقدینگی و رشد پایه پولی. متاسفانه نقدینگی در کشور ما نه فقط نهادینه شده بلکه به قانون تبدیل شده. رشد نقدینگی به قانون تبدیل شده. ایجاد تورم توسط دولت قانون مصوب مجلسه. اصلا تخطی اگر صورت بگیره بعد باید در مقابل نهادهای ناظر دولت پاسخگو باشه. بنابراین آنچه که حتم هست در کشور ما در سال 1400 این هست که رشد نقدینگی خواهیم داشت. منتها با توجه به گشایش ارزی که الان داریم،
ممکنه این موج رشد نقدینگی در کوتاه مدت تبدیل به تورم نشود و این در واقع تورم انباشته رو ما شاهد باشیم. این تورم انباشته پس از مدتی تبدیل به در واقع در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت ها خواهد نشست و اون زمان هست که به تدریج برخی از فعالان بازار سرمایه که فعالان بنیادی کار باشند اینها هم حضور پیدا خواهند کرد، به بازار باز خواهند گشت و ما مجددا شاهد رونق بازار خواهیم بود. آقای دکتر، اگر سوالی باشه من در خدمت نرخ هستم. سود بانکی رو به عنوان یک مانع پیش روی رشد بازار و برگشت فرایند باثبات بازار مطرح میکنن. فکر میکنم شما جز مخالفین کاهش نرخ سود بانکی هستید و بالا بردنش رو خیلی، پایین آوردنش رو خیلی مناسب نیست نمیدونید توی بازار. یکی حالا در مورد این دلایل اگر فرصت شد برای من توضیح بفرمایید برای بینندگانمون که چرا مخالف کاهش نرخ سود هستید. از اون سمت میخوام ببینم که آیا آنچه که الان توسط کارشناسان بازار سرمایه داره عنوان میشه، یعنی رقابت نرخ سود، رقابت منفی بین سود بانکی و بازار سرمایه رو قبول دارید یا خیر؟ نه مطلقا قبول ندارم. ببینید اینها رو، این صحبت ها رو معمولا همون دوستانی در واقع ابراز می کنند که در مرداد ماه سال گذشته از شاخص 8 میلیونی و شاخص 3 میلیونی و شاخص 4 میلیونی صحبت می کردن. ببینید به حد اقلی از دانش اقتصادی و دانش مالی باید فعال بازار سرمایه داشته باشه تا به عنوان استاد بیاد اظهار نظر کنه. اون چه که در تحلیل های اقتصادی به خصوص در تحلیل بازار سرمایه ما باید مد نظر قرار بدیم، یک عنوانی از تحت عنوان نرخ بهره واقعی. در کشورهای دیگر دنیا هر فردی که وارد دانشگاه بشه 2 درس اقتصاد خرد و کلان رو میخونه. تقریبا تمام رشته ها اقتصاد خرد و کلان دارن. در همون روزهای اولی که اقتصاد کلان رو مطالعه میکنن و درس دانشگاهیشون رو شروع میکنن در مقطع کارشناسی، به افراد یاد میدن که یک مفهومی داره به نام نرخ بهره واقعی. نرخ بهره واقعی هست که باید مبنای تحلیل قرار بگیره. این گرفتاری های کشور ما در از این هست که حتی مفاهیم بسیار ساده و پایه‌ای رو متاسفانه فردی که ادعا میکنه استاد بازار هست نمیدونه، کارشناس اقتصادی نمیدونه، سیاستگزار اقتصادی کشور نمیدونه. ببینید نرخ بهره بانکی که الان ما داریم یا نرخ سود بانکی که ما الان داریم مطلقا قابل مقایسه با سال 96 نیست. سال 96 نرخ تورم بوده 8%، نرخ بهره بانکی بوده 18%. در الان که من مقابل شما نشستم نرخ تورم انتظاری ما یه چیز حدود 30-40% یا حتی بیشتر هست، نرخ بهره بانکی همون 18% هست. حالا نرخ واقعی رو چگونه محاسبه میکنیم؟ نرخ واقعی به این صورت است که نرخ بهره اسمی رو شما باید در نظر بگیرید، نرخ تورم انتظاری رو ازش کم کنید. در سال 96 نرخ تورم انتظاری رو حتی ما صفر هم در نظر می گرفتیم، چون نرخ تورم تولید کننده تقریبا در برخی از ماها منفی بوده. بنابراین مثبت 18% در سالهای 95 و 96، مثبت 10%، مثبت 15%، مثبت 18% نرخ تورم واقعی، ببخشید نرخ بهره واقعی در اون زمان بوده. اگر خاطرتون باشه اصلا بازار بورس نمیتونست بالا بیاد، اصلا هیچ نقدینگی به سمت بازار بورس نمیرفت. متاسفانه در اون زمان بازار بانک و سپرده‌های بانکی رقیب خیلی جدی بازار بورس بودن. ولی امروز کاملا برعکس هست. الان نرخ بهره‌ای که بانک میپردازه، نرخ سود سپرده‌ای که بانک میپردازه، به شدت منفی نرخ بهره واقعی رو که در نظر میگیره. بنابراین الان بانک و سپرده بانکی نیست که رقیب بازار سرمایه است، خود بازار سرمایه رقیب خودش شده. یعنی اگر بازار سرمایه این خونریزی که اتفاق میفته، این بازار قرمزی که شما ملاحظه میفرمایید، اگر متوقف بشه، بالاخره برخی از افراد مجاب میشوند که بخشی از سپرده ها رو منتقل کنن به بازار سهام. چطور میتونیم جلوی این خونریزی رو بگیریم؟ ببینید باز هم همون توصیه های فعالان زحمت کشیدن، بالاخره من میدونم با نیت خیلی مسائل انجام میشه، متاسفانه با فشارهای رسانه‌ای که میارن، بالاخره شما ملاحظه فرمودی که 2-3 ماه پیش دامنه نامتقارن، دامنه نوسان نامتقارن رو علارغم تلاشی که شخص بنده بسیار تلاش کردم که جلوی این قضیه رو بگیرم، ولی در نهایت اتفاق افتاد. زمزمه منحوس این دامنه نوسان، محدودیت دامنه نوسان،
از انتهای سال 98 مطرح بود و در اون زمان بنده تلاش های جدی کردم که این وضعیت رو متوقف کنم، چون معتقد بودم که دامنه نوسان باعث میشه که صفحه خرید و صفحه فروش به وجود بیاد و یا بازار رو میبره به سمت حباب مثبت یا میبره به سمت حباب منفی. الان هم ملاحظه میفرمایید که بازار در یک حباب منفی خیلی واقعا بدی گرفتار شده و حالا وقتی که شما اومدید دامنه نوسان رو نامتقارن کردید، خیلی سخته که دوباره متقارنش بکنید. من مثال میزنم خدمت شما، چند روز پیش قیمت سیمان اعلام شد و برخی از شرکت ها، یعنی صنعت سیمان، قیمت برای یک روز آزاد شد. قیمت سهام اگر خاطرتون باشه، قیمت شرکت ها تا 30%، 40%، 50%، حتی بیشتر تا 70% هم داشتیم که قیمت سهام سقوط کرده. البته اگر اجازه میدادن که بازار تصمیم بگیره و این دامنه نوسان رو کلن از صنعت سیمان برمی‌داشتن. شما ملاحظه میکردید در عرض یک روز دو روز اتفاقا بازار صنعت سیمان به تعادل میرسید. ببینید اینها تفاوت روی کرده یک جامعه هست که آگاه هستن با روی کرده یک جامعه که داره احساسی عمل میکنه. در مثلا بازارهای بورس دنیا من خاطرم هست چند بار در عرصه بین‌المللی حضور داشتم، مثلا ریزش های بازار رو در کشورهای دیگه دیدم، به طور مشخص بازار امریکا رو من ریزش های بازار رو خودم حضور داشتم و دیدم خیلی علاقه دارن که این ریزش زودتر تموم بشه، نه اینکه ادامه پیدا کنه. ما یک بحث فرهنگی داریم در بازار سرمایه متاسفانه گسترش پیدا کرده و اون این هست که اگر خونریزی میبینید اجازه بدید خونریزی ادامه پیدا کنه. این به نفع بازار سرمایه نخواهد بود. امیدوارم درس بگیرند فعالان بازار سرمایه، مسئولان بازار سرمایه، اگر قرار است تغییری در سیاست ها بدهند، امیدوارم از کسانی که تجربه دارند لطفاً بپرسند که کار به اینجا نرسه که ما هر روز اصلا دیگه رغبتی نکنیم که این بازار خونین رو هر روز مشاهده کنیم. به هر حال من واقعا آینده بازار رو خیلی مثبت میبینم، ولی جنب احساسی که الان در بازار وجود داره بسیار منفیه. در جنبهای احساسیش مثبت چه منفی نباید عملی انجام بشه. اگر افرادی سهامی خریدند و نگه داشتن، الان که دیگه در صف فروش نمیشه کاری کرد. الان صف فروش به وجود آمده که برخی از خودی ها بتوانند سهم خودشون رو بفروشن. بنابراین افراد عادی متاسفانه نمیتوانند در این شرایط اقدام به مثلا فروش بکنن وقتی ما صف فروش داریم یا اقدام به خرید بکنن وقتی ما صف خرید داریم. تشکر های دکتر. ای کاش که این نکاتی که شما دارید اشاره میکنید و جامعه کارشناسی بیشتر مورد توجه مسئولین قرار بگیره. حالا جلساتی که در سطح سران قوا هم نخواستیم، پایین تر هم مدیران اجرایی این جلسات یا فرایندها یا تصمیم گیری های منطقی رو اگر برای بازار اتخاذ کنن، 100% این اتفاقات دیگه رقم نخواهد خورد. ما تا پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم که یکی دو تا از سوالات مردمی رو هم مطرح بکنیم، در همین زمان بتونیم از شما پاسخ بگیریم. با ما همراه باشید آقای دکتر. خانم عظیمی، بریم سراغ سوال بیننده ها. بله چشم، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. آقای خانم فتاحی سوال دیگه ای داشتن، گفتن که به نظر آقای دکتر صدوندی تورم تا پایان سال 1400 چقدر خواهد بود با برجام و بدون برجام؟ بسیار ببینید اینها سوال های خوبی هست که باید مطرح بشه، متاسفانه در رسانه مطرح نمیشه. تشکر میکنم از شما، سوال خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید ما عرض کردم خدمتتون، ما از نظر قانونی تصویر کردیم که امسال رشد نقدینگی معادل سال پیش داشته باشه، یعنی من برداشتم این هست که باز هم رشد نقدینگی امسال فراتر از کوریدور بلند مدت خودش خواهد بود و بالاتر از 30% خواهد. اگر برجامی نباشد، اگر دسترسی به منابع ارزی نباشه، این رشد نقدینگی تبدیل به تورم خواهد شد. با این حال من برداشتم این است که موج تورمی یک مقداری رو به آرامش گذاشته است، بنابراین ما تورم هم 40% و 50% احتمالا نخواهد بود و به حدود یک چیزی بین 30% تا 40% خواهیم رسید. اما اگر که برجام اتفاق بیفته، حتی اگر ارز پاشی هم صورت نگیره که خطای بزرگ 50 سالی هست که به نظر میرسه که الان فقط دو سه کشور جهان هستن که چنین خطاهای سیاست گذاری رو دارن، حتی اگر ارز پاشی صورت نگیره به خاطر اینکه انتظارات منفی در بازار ارز شکل میگیره و به دلیل اینکه ارز در واقع لنگر انتظارات تورمی است در اقتصاد ایران، تحت عنوان لنگر اسمی ما در اقتصاد میشناسیم، با کاهش قیمت ارز باز هم انتظارات تورمی در واقع یک مقداری کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر برجامی باشد و قیمت ارز
کاهش پیدا کنه. من برداشتم این هست که نرخ تورم ممکنه تا زیر 30% هم برسه، یعنی به محدوده 20 تا 30% برسه، اگر هم که ارزپاشی در واقع برجام نداشته باشیم، ارزپاشی صورت نگیره، احتمالا نرخ تورم بین 30 تا 40% خواهد بود. تشکر از شما، ممنون از پیشبینی که ارائه میدید. خانم عزیزی بریم سراغ سوال بعدی، زمانمون هم کمه. چشم، من سوال خانم مقدم رو ازتون میپرسم. خیلی کلی پرسیدن که بهترین بازار امسال کدام هست، ملک، بورس یا سپرده بانکی؟ خب این سوال سخته، یه قسمتش خیلی ساده است. من خدمت شما عرض میکنم که بازار ملک احتمالاً در سالهای آینده در رکود خواهد بود و من انتظارم این است که از چند ماه دیگه بحث رکود بازار ملک جدی بشه. رکود بازار سرمایه رو که میبینیم که خیلی قرمز هست بازار. من برداشت احتمال بیشتر میدم که امسال در نهایت سپرده بانکی و به خصوص اوراق بازدهی بالاتری داشته باشن نسبت به بازار سرمایه، ولی احتمال این رو هم میدهم که با کاهش ریسک های سیاسی، یعنی کاهش ریسک در واقع برجام و در واقع برگشت ایران به معادلات بین المللی و به تجارت جهانی و نیز با انجام انتخابات، حالا هر نتیجه که داشته باشه، این ریسک های سیاسی اگر کاهش پیدا کنه، به تدریج شرایط در بازار سرمایه نرمال میشه. این که من نمیتونم پیش بینی کنم که بازار سرمایه بالاتر از بازار سپرده بانکی سود خواهد داد یا نه، به دو دلیل هست. یکی این که خونریزی در بازار سرمایه همچنان ادامه داره و با توجه به اینکه محدودیت در بازار سرمایه هست، معلوم نیست خونریزی تا چه مدتی ادامه پیدا کنه، یعنی ما هنوز داریم به سمت پایین میریم، باید یک زمانی متوقف بشه و بعد تازه برگردیم بورسای مثبت رو در بازار داشته باشیم. مسئله دیگر این است که این که ما برگردیم به روند مثبت، ممکنه که در ماه شهریور و مهر امسال صورت بگیره، ممکنه در ماه دی صورت بگیره، ممکنه تا سال 1401 به تعویق بیفته. این دیگه ریسک پذیری افراده. اگر افرادی فکر میکنن که زودتر ممکنه که بازار سرمایه به شرایط تعادلی برسه، خیلی راحت ریسک رو بپذیرند و از بازار منتفع بشوند. این رو من دیگه نمیتونم با نظر کارشناسی خودم در مورد کلن زمان سنجی بازار کار خیلی پیچیده‌ای هست و معمولاً بسیار ریسکی است. خب من فرصتم در حد یه سوال کوتاهه، چون در حیطه اقتصاد سیاسی قرار میگیره، من میپرسم خیلی کوتاه اگر میشه پاسخ بدید، اونم اینه که آیا ارزپاشی در صورت تغییر دولت محتمل هست یا خیر؟ چون اشاره کردید خیلی گذرا ازش کنارش گذشتید، فقط میخوام خیلی کوتاه توضیح بدید. بله ببینید، ما بالاخره یک سنتی داریم، ما علمدار طولانی ترین دوره، مزمن ترین دوره تورم در دنیا هستیم. من فکر میکنم میشه ایران هم بره در گینس هم میتونه ثبت بکنه اگر بخواد به عنوان طولانی ترین دوره تورم. پاسختون مثبت آقای دکتر سربندی؟ نه ببینید، ما تلاشمون رو میکنیم که انجام نشود و خیلی روی کرد و تغییر کرده. فعالان بازار هم تا حدی همسو هستند، البته هستند فعالان بازاری که سعی میکنند افکار عمومی رو منحرف کنند، مثلا به جای اینکه روی مسئله ارز تاکید کنند که باید واقعا جلوی دولت رو بگیرن که این ارز پاشی صورت نگیره، مثلا روی مسئله به عنوان مثال نرخ بهره تمرکز میکنن که به نظر من کاملا بیفایده خواهد بود. نرخ بهره منهای 25% حالا بشه منهای 30%، اصلا چه فرقی میکنه؟ چجوری شما میخواید در بازار توجیه کنید افراد از بازار سپرده خارج بشن، وارد بازاری بشن که خونین شده؟ متاسف. تشکر از شما جناب آقای دکتر سعدبندی، ممنون از همراهیتون. فرصت همکلامی بیشتر با شما نداریم، به خدای بزرگ میسپاریمتون، انشالله بتونیم در برنامه بعدی هم باز هم همراه باشیم با شما در برنامه بورس پلاس و باقی برنامه ما. متشکرم، خدا نگهدار. سپاسگزارم، افتخاری بود در خدمت شما بودم. بزرگوارید.